در دومین روز برگزاری رزمایش پیامبر اعظم حش در منطقه عمومی شمال استان کرمان در بخش یزدان‌آباد، پهنباد فرضی دشمن در دام جنگال نیروی زمینی سپاه گرفتار و با موفقیت به زمین نشانده شد. ما به راحتی میتونیم بسیاری از سیگنال هایی که برای هدایت پهبادهای بدون سرنشین دشمن فرضی تو منطقه ها میاد، حتی تو عمق مرزهای خودمون میتونیم شناسایی بکنیم. وقتی این شناسایی انجام میشه، پهبادهای ما که لینک میشن با اینها، هم انتحاری میتونن اینا رو راحت مورد حسابات قرار بدن، هم میتونن اونها رو بنشونن. این پیشرفت ها رو دشمنان ما هم خوب متوجه شدن و باید خیلی حواسشون رو جمع بکنن که بخوان تو منطقه های ما وارد بشن. برنده اونجا سلام بزن شو خود رو بزن تمام اینا رو نداره میگیره دیگه. در طی دو روز برگزاری این رزمایش بزرگ، آخرین دستاوردهای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه تجهیزات در حضور فرماندهان نیروهای مسلح به صورت واقعی به کار گرفته شد. ما سلاحی رو که تو طول این مدت تونستیم بومی سازی بکنیم، الحمدلله وارد منطقه کردیم، واگذاری به یگانهامون کردیم. با استفاده از نرم افزارهایی که روی این سامانه نصب شده، این سامانه میتونه هدف رو تعقیب بکنه، چه در روز چه در شب، و به محض اینکه در برد سلاح قرار گرفت تیراندازیش رو انجام داد. پس با استفاده از دوربین حرارتی و دوربین مرئی، کار در روز و در شب برای این سلاح تفاوتی نخواهد کرد. بعضی از سلاح ما کاملا مشابه خارجی نداره. مثلا فرض کن دوش پرتاب 20 میلیمتری که یک نفر میتونه اون رو زده بالگرد عمل بکنه، اصلا مشابه خارجی نداره.